شاهین بشیری گزارش می‌دهد. واکنش‌ها در کشورهای عربی خلیج فارس به مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 همچنان ادامه دارد. این کشورها پیش از این بارها از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون که مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 به مرحله حساسی رسیده، این نگرانی‌ها کم و بیش از سوی شخصیت‌ها و رسانه‌های برخی کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس بازگو شده است. اما دلیل نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران چیست؟ علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این زمینه به رادیو فردا میگوید: از نظر کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرف این که جمهوری اسلامی از اون استراتژی همیشگیش که همانا مقابله با ایالات متحده باشه دست کشیده و آماده شده با آقای جان کری وزیر خارجه 4 ساعت بشینه گفتگو کنه، نگران کننده است. در واقع اینو میخوام بگم، سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها، تا حدودی کویتی ها، اینها از مدت ها پیش با بدگمانی به رفتارهای دولت اوباما و ارتباطاتش با جمهوری اسلامی نگاه میکردن. اونها بر این باور بودند که امریکا در دوران آقای اوباما عراق رو در سینی طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد و بعد انتقادهایی که دولت امریکا از بحرین میکنه بسیار هماهنگ با انتقادهایی که جمهوری اسلامی میکنه. چرا در مورد سوریه ایالات متحده به همین سادگی فقط با تاکید بر مسئله اتمی همه این مداخلات رو فراموش کرده؟ فردا اگر جمهوری اسلامی حمایتش رو از حوثی ها توسعه داد و اینها به مرز عربستان رسیدن و مشکل ایجاد کردن، آیا دولت آمریکا جانب ایران رو خواهد گرفت یا جانب عربستان رو؟ اینها همه به نشانه نارضایتی سعودی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند گفتگوها و نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به آمریکاست. این است که میتوان گفت واقعا این مسئله فقط باعث نگرانی اسرائیل نیست، بلکه همسایگان ایران در خلیج فارس نیست به همان نسبت نگرانند. روزنامه سعودی اکاز در گزارشی که روز یک شنبه 19 آبان منتشر کرد با اشاره به سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکرات ژنو نوشت: همه نشانه ها تاکید می کند که نظام ایران در پی دستیابی به جنگ افزارهای اتمی است، یا اینکه می خواهد در برنامه هسته ای خود به سطحی از پیشرفت برسد که توازن قوای نظامی در منطقه به ویژه در دایره خلیج فارس که منبع انرژی و سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی است برهم زده شود. اما چنانچه مسئله توازن قوای نظامی در منطقه موجب نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس شده باشد، این کشورها چه واکنشی نشان خواهند داد و نقش کشورهایی چون پاکستان و فرانسه در این میان چگونه خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده: دو نکته رو باید بهش توجه کرد. نکته اول اینه که تا پایان سال 2000 یگان منبع تسلیحاتی عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس آمریکا بود و بعد که رژیم عراق سرنگون شد، این تکیه کردن بر تکنولوژی نظامی آمریکا و تا حدی بریتانیا رو به اوج گرفت. ولی در این میان فرانسوی‌ها پیدا شدند و به ویژه قراردادی که با امارات داشتن، دادن پایگاه دریایی به فرانسوی‌ها، حضور ناوگان فرانسه در خلیج فارس و پیمان دفاع مشترک امضا کردن، پای فرانسه رو بیشتر و بیشتر به منطقه کشاند. اینه که ما شاهد عقد قراردادهای متعدد بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرانسه، چین و به زودی روسیه خواهیم بود. در مورد نکته دوم باید این رو بگویم: عربستان بخش عمده ای از هزینه تلاش های پاکستان برای داشتن یک ذراتخانه اتمی رو پرداخت کرده. پس بعید نیست اگر سعودی ها احساس کنند جمهوری اسلامی سلاح هسته ای داره یا در آستانه درست کردن سلاح هسته ای است، در اون صورت از پاکستان اسلحه اتمی بخرند.